برام خدا و با عرض سلام و وقتتان بخیر، توجه کنید به مجموعه خبری این ساعت از نور. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. آغاز شدن فرایند ابطال آرا در جریان هفته جاری. کمیسیون انتخابات میگوید کار بر سر طرز العمل ابطال آرا جریان دارد و فرایند ابطال آرا به زودی آغاز خواهد شد. استقبال نهادهای مدنی از اعلامیه مشترک میان نامزدان ریاست جمهوری. این نهادها تاکید میکنند که تفتیش 100% آرا باید به زودی پایان یابد و رئیس جمهوری جدید معرفی شود. و حملات رژیم اسرائیل بر اهداف تازه در غزه. ارتش رژیم اسرائیل میگوید که پس از پایان آتش بس 3 روزه به 47 هدف حمله کرده است. امروز شنبه 18 اسد سال 1393 هجری خورشیدی که برابر می شود با 9 آگوست سال 2014 میلادی. محمد سجاد یاسا هستم با مشروع خبرهای این ساعت. روزانه 30 تا 40 صندوق رایدهی بعد از تفتیش آرا که با مشکل مواجه است به تفتیش مجدد می رود. کمیسیون انتخابات با ابراز این مطلب می گوید که کار بر سر طرز العمل ابطال آرا جریان دارد و فرایند ابطال آرا در جریان هفته جاری آغاز خواهد شد. مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند تا کنون بیش از 5000 صندوق رای دهی تفتیش شده است. حفیظ الله سالنگی گزارش میدهد. ماکس بگیرید، از اون بگیرید، کامرا بگیرید. کامرا بگیرید. هیچ گپی نیست. مشکل ما برتون میگم. اینا 555 ساختن امیره. و در داخل صندوق هم امور رای حقیقی که وجود داره نزده رای از هر دو کاندید محترم ما. با گذشت عروض از فرایند تفتش آرا پرده تازه از روی تقلب های انتخاباتی برداشته می شود و روزانه 30 تا 40 صندوق رایدهی که آرای آن مشکوک است به تفتش مجدد می رود. از سوی هم کمیسیون انتخابات می گوید که تا کنون که بیش از 5000 صندوق رایدهی تفتش شده است اما اجرای باطل نشده است. سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید کار بر سر طرز العمل ابطال آرا جریان دارد و فرایند ابطال آرا در هفته جاری آغاز می شود. چی وقت روند ابطال آرا را آغاز می کنیم؟ ما البته تاکید کردیم، دیروز هم در کنفرانس مطرح شد که در جریان همین هفته این روند آغاز می شود. سافتویر که به این خاطر در نظر گرفته شده انکشاف یافته و این روند در حضور داشت مطبوعات و ناظرین و مشاهدین در مرکز جمع‌بندی نتایج در تالی سنتر عملا آغاز به کار میکنه، ولی هنوز هم یک سلسله کارا باقی مانده تا نهایی شود. سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید که بحث برای سرعت بخشیدن فرایند تفتش آرا میان کمیسیون و نهادهای ناظر جریان دارد. تیم اصلاحات و همگرایی نیز خواهان سرعت بخشیدن فرایند تفتش آراست و از کمیسیون انتخابات و سازمان ملل می خواهد که به فرایند تفتش آرا سرعت ببخشد. یونما هستند که اونا هم کارمانده خود اضافه کنه. امروز هم در انگار اول ما تقریبا در حدود 3 میز هنوز 3 محل ما 3 تیم ما بیکار نشسته، نماینده خاص از اونا آمده به خاطر تفتیش و کنترل که اونا تکنیکی همکاری دارن با ما. امیدوار هستیم اونا هم افراد خود زیاد کنند. بیشتر از 3 هفته است روند تفتش آرام میگذرد و بیشتر از 5000 صندوق رایدهی تا کنون تفتش شده است، اما از ابطال آرا تا به حال خبری نیست. دیده شود چه زمانی آرای سفید از آرای سیاه جدا خواهد شد. حفیظ‌الله سالنگی، تلویزیون نور، کمیسیون انتخابات. شماری از فعالان مدنی امضای اعلامیه مبنی بر ایجاد حکومت وحدت ملی میان هر دو نامزد ریاست جمهوری را به فال نیک میگیرند. آنان همچنان تاکید دارند که فرایند تفتیش آرا باید پایان یابد و رئیس جمهور آینده فردی باشد که بیشترین رأی شهروندان کشور را با خود داشته باشد. در همین حال سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی تاکید میکند که هر دو تیم در مورد بخش سیاسی با هم توافق کردند و در بخش تکنیکی تفتیش آرا و جداسازی رأی پاک از ناپاک سرنوشت کشور را روشن خواهد کرد. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. انتخابات در افغانستان به افسانه بدل شده است که با گذشت هر روز برگ تازه آن گشوده می شود. نزدیک به یک سال می شود که شهروندان کشور در مورد انتخابات سخن می شنوند و هنوز معلوم نیست که تا چه زمانی نتایج آن به شهروندان اعلام شود
و شهروندان کشور هم بدانند که حاصل دوبار رفتن به پای صندوق‌های رایدهی به کجا انجامید. حضور دوباره وزیر خارجه آمریکا در کابل سبب شد که هر دو نامزد ریاست جمهوری اعلامیه مشترک را امضا کردند که بر اساس آن حکومت وحدت ملی را ایجاد می‌کنند. شماری از فعالان مدنی امضای اعلامیه مشترک میان هر دو تیم انتخاباتی را به نفع کشور می‌دانند. کنفرانس دیروز چند پیام بسیار مهم دارد. پیام اولش در ارتباط با چگونگی موقف ایالات متحده آمریکا برای ختم جنگ در افغانستان و برون کشیدن پای خودش از مسائل سیاسی و نظامی افغانستان است. پیام دوم در ارتباط با انتخابات است که متاسفانه باز هم روی انتخابات و روی اصل انتخابات با عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم دموکراسی پاگذاری شد و نوعی از تفاهم و سازش به وجود آمد که ما امیدوار هستیم رای گیری شمارش آرا به صورت بسیار منظم جریان پیدا بکنه و کاندید اصلیه که بتانه برنده باشه و معلوم شد. اشرف غنی احمدزی روز گذشته در جریان نشست خبری پرونده انتخابات را مختومه اعلام کرد و گفت که پس از این در مورد ایجاد حکومت وحدت ملی کاری عملی مشترک را انجام خواهد داد. اما سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که توافق میان هر دو تیم در بخش سیاسی صورت گرفته است، نه در بخش تکنیکی. به گفته او در بخش تکنیکی تنها جداسازی رأی پاک از ناپاک میتواند سرنوشت کشور را روشن کند. وزیر خارجه آمریکا هم بیشتر تمرکزش بالای روشن ساختن بخش سیاسی توافقنامه بود که با امضای اعلامیه و زمین ساختن چارچوکات سیاسی به اعلامیه و او جنبه رسمی دادن و برای او ابهام خاتمه داده شد. اما به هیچ صورت به این معنا نیست که بحث تفتیش و جنبه های تکنیکی تفتیش اهمیت خود از دست داده باشد و قوت خود باقی سو مبحث و باید رأی پاک مردم افغانستان آینده کشور رقم بزنه. به او اساس تفتیش هر کسی که بیشترین رأی میبره رئیس جمهور افغانستان تعیین میشه و تیم دومی هم به خاطر جلوگیری از رفتن به طرف بحران و مشکلات شریک تیم برنده در قدرت می باشه. که در حال شماری از فعالان مدنی از امضای اعلامیه مشترک میان هر دو تیم استقبال میکنند که دیده شود تا چه زمانی فرایند تفتیش آرا پایان می یابد و کدام یکی از نامزدان رئیس جمهور و کدام یکی آن رئیس اجرایی حکومت خواهد شد. در نتیجه انفجار یک ماین در ساحه حوضه دوم امنیتی شهر کابل دو تن شهید شدند. این رویداد حوالی از ساعت یک پس از چاشت امروز در منطقه پل خشتی روی داده است. شاهدان محل رویداد میگویند که مواد منفجره در یک موتر جاسوسی شده بود. به گفته آنان قربانیان این رویداد یک کارمند شهرداری کابل و یک جوان غریب کارند. این در حالی است که پس از چاشت امروز پلیس یک ماین جاسوسی شده در نزدیک دروازه وزارت انرژی را کشف و خونسا کرد. موتر اینم اینجا آمد بدر احساد کرد. احساد کرد بدر تا سر پل خشتی را نرسیده بود که انفجار کرد. ما هم اینجا مسئول پارکینگ هستم. گفتم احساد نکنم را تلک کرد که تو از کجا آمدی چی کار مرا داری. زمین هم دولت هست، موتر هم دولت هست. باز دو نماز موتر احساد کرد، خودش تا پل خشتی نرسید انفجار کرد. یک دفعه دیگه هم میگه پیش خانه ما انفجار کرد. خودش هم پایین چم زوری مسلح را ما که داره. چند نفر دو نفر دو نفر بودن. شماری از باشندگان ولایت نورستان میگویند که حکومت برای تامین امنیت این ولایت بی تفاوتی کرده است. به گفته آنان حمله اخیر شورشیان بر ولسوالی برگ مطالع این ولایت نشان داد که این رویداد از اثر بی‌توجهی مسئولان محلی این ولایت و عدم بازخواست حکومت مرکزی از آنان به وقوع پیوسته است. این در حالی است که در نتیجه حمله گروهی از شورشیان داخلی و خارجی بر ولسوالی برگ مطالع این ولایت 13 تن شهید شدند و شماره نیز زخم برداشتند. خالد میرزایی گزارش می‌دهد. نورستان یکی از ولایت‌های دور از پایتخت در شرق کشور است که دو ولسوالی برگ مطال و کامدیش این ولایت با پاکستان هم مرز است. با گفته باشندگان محل در بهار و تابستان به نسبت سبز بودن کوههای این منطقه مخالفان مسلح از بیرون مرزهای کشور هجوم می‌آورند و خط اول جنگ در همین نقطه است. ولسوالی‌های مرزی برگ مطال و کامدیش با ولایت‌های شمال کشور نیز راه دارد که مخالفان از همین کانال‌ها به سایر بخش‌های کشور می‌توانند نفوذ
کنند. شماری از سران قومی ولایت نورستان میگوید که کم توجهی حکومت سبب شده است که مخالفان در نورستان دست به حملات تخریبی و کشتار انسانهای بیگناه بزنند. به گفته سران قومی نورستان، کمبود نیروهای امنیتی در این ولایت نیز سبب شده است تا مخالفان مسلح دولت به همکاری نظامیان پاکستان بر این ولایت حمله کنند و غیر نظامیان را به شهادت برسانند. این سران قومی نورستان می افزند که از سرنوشت 5 تن از باشندگان روستای پچیگرام ولسوالی برگ مطال که از سوی شورشیان اسیر شدند تا کنون خبری نیست. این قریه پچیگرام که به نام شرقی و غربی یاد میشه، قریه شرقی که نصف قریه را تشکیل میده به کلی در میگیره، مخالفین را در میدن، به شمول خانه های امو زوام های قریه، کس که این رهبری این مقاومت ضد شورشیان را رهبری میکنند. حتی قرآن عظیم الشان، کتب احادیث، کتب فقه به آتش کشیده می شوند. اما امروز هیچ کس از جامعه مدنی، از روحانیون، از دوستان نیست. در مقابل این عمل بی‌شرمانه مخالفان مسلح حتی یک داد بزنند. از سوی هم وزیر مشاور ریاست جمهوری میگوید که ولسوالی برگ مطال نورستان از 6 سال به این سو در محاصره مخالفان مسلح دولت قرار دارد که راه‌های ورودی به این ولسوالی مسدود است. وی از ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور میخواهد برای تامین امنیت این ولسوالی تلاش کنند. مکمل ولسوالی 4-5 روز پیاده بدخشان لار باندې خلق رفت آمد کوي، او د چترال لار باندې خلق پاکستان تزی بیا پیښور تزی بیا دلته کابل ترازی. یو عملیات اردوی ملی او د وزارت داخله مشترک یو عملیات وسیع عملیات وشي کامدش ولسوالی باندې او دا د برګمطال لار آزاد شي. د اردوی ملی یو کنډک ولسوالی برګمطال کې بل په کامدش کې خصوصا په دې پچیګرام صاحب باندې چلته همیشه طالبانو یو استراتیجی لار ده، د بدخشان او د پنشیر د سمت شمال ټول لار هلته وصل کیږي، طالبانو مرکزی لار هم دغه ده. هلته باید اردوی ملی ځای پزی شي یا پولیس سرحدی هلته ځای پزی شي. این در حال است که روز دوم عید شمار زیادی از شورشیان بر روستای پچیگرام ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان حمله کردند و این حمله آنان با مقاومت مردمی مواجه شد. این مقاومت مردمی نیز به تلفات نبود و در نتیجه آن 13 تن به شمول زنان و کودکان شهید شدند، 5 تن زخم برداشتند و شماره هم به اسارت شورشیان در آمدند که از سرنوشت آنان تا کنون خبری نیست. گروه 100 نفری از طالبان مسلح به هدف تصرف ولسوالی 400 ولایت غور بالای این ولسوالی حمله کرده بودند. با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و مردم مواجه شدند. مسئولان امنیتی در ولایت غور میگویند که این طالبان مسلح از ولایت فاریاب بالای این ولسوالی حمله ور شده بودند. از سوی هم فرمانده پلیس غور میگوید که از اثر انفجار یک ماین در ولسوالی دولینه ولایت غور، سرپرست فرماندهی این ولسوالی همراه با یک محافظ شهید شده است و یک سرباز پلیس زخم برداشته است. فرمانده پلیس غور میگوید که شام روز جمعه گروه 100 نفری از طالبان مسلح از ولایت‌های فاریاب و سرپل بالای ولسوالی 400 این ولایت حمله کرده بودند. او میگوید هدف از حمله آنان تصرف کامل ولسوالی 400 بود و افزود که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و باشنده‌های محل مواجه شدند. فرمانده پلیس غور همچنان گفت که در این زد خورد شدید 8 طالب مسلح به شمول یک تن از فرماندهان آنان کشته و بیش از 20 طالب دیگر زخم برداشتند. دیروز با تراکمی که داشتند از طرف ولایت فاریاب و سرپل، همچنان از قسمت مرغاب و غلمین، بالای پوسته شمرق و فلاخور ولسوالی 400 نیروهای امنیتی و به کمک مردم ولسوالی 400 جواب دندان شکن خوردن. تقریبا 8 نفرشان کشته شده، بیش از 10 نفرشان زخم شدید برداشته. این چندمین حمله طالبان مسلح به هدف تصرف ولسوالی 400 ولایت غور است که با مقاومت مردمی روبرو شدند. از سوی هم فرمانده پلیس غور میگوید که از اثر انفجار یک ماین در ولسوالی دولینی این ولایت، سرپرست فرماندهی پلیس این ولسوالی همراه با یک محافظ شهید و یک سرباز پلیس زخم برداشته است.
به گفته فرمانده پلیس غور این رویداد شام روز جمعه در ولسوالی دولینی ولایت غور در حالی به وقوع پیوست که موتر عامل سرپرست فرماندهی پلیس این ولسوالی که در حال گشت زنی بود با ماین کنار جاده‌ای برخورد کرد. در پیوند به این رویداد دو تن بازداشت شدند. در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی کشور در ولایت بدخشان 11 مخالف مصالح دولت کشته شدند. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند که این عملیات در ولسوالی جرم این ولایت رو اندازی شده است. عبدالقدیر صیاد عامر امنیت فرماندهی پلیس بدخشان میگوید که این عملیات پس از آن راه‌اندازی شد که طالبان بر چندین پاسگاه پلیس در منطقه آب خستک ولسوالی جرم این ولایت حمله کردند. به گفته آقای صیاد این عملیات تاکنون جریان دارد. وزارت زراعت و آبیاری مکانیزه شدن سکتور زراعت را مهم میخواند و میگوید که اگر این سکتور مکانیزه نشود حاصلات کشاورزی کشور افزایش نخواهد یافت. وزارت وزیر زراعت و آبیاری تاکید می‌کند که عدم استفاده از دانش کشاورزی در کشور سبب شده است تا میزان رشد محصولات کشاورزی با مشکلات روبرو شود. شرح بیشتر از وثیق الله عظیمی. این مزرعه کوچک از سوی شماری از بانوان ثبت شده است. این بانوان در مزرعه کوچک خود نشان دادند که مکانیزه شدن سکتور کشاورزی و استفاده از دانش نوین این سکتور چقدر میتواند بر میزان رشد محصولات کشاورزی اثرگذار باشد. وزیر زراعت میگوید که اگر کشاورزان از دانش کشاورزی استفاده کنند مثل همین مزرعه کوچک میتوانند حاصلات کشاورزی خود را چند برابر افزایش دهند. بزرگترین چالش عدم دانش علمی زراعت توسط دهقان افغانستان است. آب اضافه استفاده میکنه، هم ضایع آب میشه هم به نبات تاوان میکنه. مواد کیمیایی استعمال میکنه، مفید نیست. میتونه که اینا از این طریقه ها و تمرین ها استفاده کنن که هیچ ضرر هم نداره و پولشان هم مصرف نمیشه. دانه ها و تخم های بذری استعمال کنن که حاصل بیشتر میده. خاک خراب نکنن، مثلا سابق بسیار قلبه عمیق میکردن. آل علوم زراعت نشان میده که قلبه عمیق اما ساختار خاک خراب میکنه، باید او کار نشه. در این حال شماری از بانوان کشاورز که در این مزرعه کار میکنند میگویند که توانستند از زمین کم محصولات زیاد به دست بیاورند. آنان پیام نیز به کشاورزان کشور دارند. هیست که باید کسایی که جای دارند اولی خود برابر 100 متر مربع که زمین داشته باشند بتونن که یک باغچه سبزی از ترکاری اقسام سبزیجات در اونجا کشت کنند و سبزی تازه سالم همه روزه به دست بیارن. و اگر زمین ندارن فرزند در بلاک هستن میتونن و کشتای کانتینری کنن، بسیار ساده و آسان و سیستم آبیاریش هم آسان می باشن و سایه کم هم می گیرن. و اگر در زراعت کار میکنن این کار خوبی است. ما باغچه های خانگی داریم که یک خانم از زمین کم حاصل بسیار زیاد می گیره. زمانی است که در بازار ترکاری باب سبزیجات بسیار زیاد است اما یک خانم پول نداره که بگیره. دسترخان باید سبزیجات داشته باشه، فامیل باید غذاهای متنوع بگیره به خاطر صحتمندیش. بر خانم ها میاد میتیم که از جای کم یعنی استفاده زیاد کنن. امی کمک ما یعنی چیز ما به افغانستان است. افغانستان هر خانم افغانستان میتواند این کار انجام بدن، یعنی حاصل زیاد به دست بیارن، یعنی مرد و زن فرق ندارد. خوشبختانه ما شما امروز میبینیم که زنه افغانستان در سیستم زراعتی در سیستم کشاورزی امروزی ما شما سهم فعال نمیگیرن و این بسیار یک دستاورد بسیار کلان با وزارت زراعت است که همچون سیستم میتونه در فامیلای ما و شما ترویج بسازه. وزیر زراعت نیز از کشاورزان میخواهد که برای بهبود سکتور کشاورزی در کشور از ماموران محلی زراعت به ویژه از ماموران ترویج مشوره های کشاورزی بگیرند. وضعیت امنیتی ولسوالی پشتون زرخون در شرق ولایت هرات نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. مسئولان امنیتی این ولسوالی میگویند با اثر تلاش نیروهای امنیتی ولسوالی پشتون زرخون هرات وضعیت امنیتی در این ولسوالی بهبود یافته و این دستاورد نتیجه همکاری مردم با پلیس بوده است. این در حالی است که یک سال قبل این ولسوالی به یکی از لانه های اصلی مخالفان مصالح دولت در هرات تبدیل شده بود. مسئولان فرماندهی پلیس ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات میگویند که امنیت ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات نسبت به سالهای گذشته به همکاری مردم بهبود یافته است. به گفته آنان با تامین امنیت پروژه های انکشافی و بازسازی در این ولسوالی به شدت جریان دارد که این خود بیانگر تامین امنیت است. وضعیت امنیتی ولسوالی پشت زرغون نسبت به سال بسیار خوب شده.
و این نتیجه زحمت کشی و معرق ریزی پرسنل قماندنی امنی پشتوان هم از پلیس محلی و پلیس ملی و که ما امنیت خوب داریم و همکاری مردم هم نقش بسیار عمده و بسزایی داشته در تامین امنیت که همه شاهد هستن که وضع امنیتی پشت زرقان به لطف احسان خداوند نسبت به یکی دو سال قبل بسیار خوب شده. مردم پروژه های بازسازی و اینجی فعلا جریان داره، کار سرکی که از هرات به استقامت پشت زرقان سرک پخی ازی کار جریان داره، مکاتب ازی بازه، همه امکانات به خدمت مردم هسته و مردم در آسایش آرامش کامل بسر. به گفته مسئولان فرماندهی پلیس ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات، مخالفان مسئله دولت نسبت به گذشته فعالیتشان کم رنگ شده است و توان مقابله با نیروهای امنیتی را ندارند. یکی دو گروهی داریم که هم جای ثابت ندارند به شکل سیار در کوههای سمت جنوب ولسوالی و گاه گاهی هم در کوههای سمت شمال جست و گریخته فعالیت‌های خردریزی دارند و تناسب ثابت بسیار خوب شده و امنیتی بوده. یک نقطه مشخصی ما در سایه ولسوالی پشت زرقان سراغ نداریم که مخالفین در اون جای ثابت داشته باشه و اونا بتونن فعالیت های تخریب کارانه خود انجام بدن. گفتن است که ولسوالی پشتون زرقان ولایت هرات از جمله ولسوالی های ناامن این ولایت در سالهای گذشته بود که گروه مخالف مسئله دولت در آن حضور گسترده ای داشتند. و اما در خارج از کشور، رژیم اسرائیل بامداد امروز چندین بار به غزه حمله کرده است که بخش عمده این حملات به مناطق بود که غیر نظامیان از آنها گریختند. ارتش رژیم اسرائیل میگوید که از صبح جمعه و زمان پایان آتش بس 3 روزه با فلسطینی ها به 47 هدف حمله کرده است. بخش خدمات اضطراری غزه گفته است که از اثر حملات روز جمعه رژیم اسرائیل 5 فلسطینی از جمله یک کودک 10 ساله شهید شدند. حماس گفته است که همچنان حاضر به از سرگیری مذاکرات با میانجیگری مصر است. در همین حال در کرانه باختری تعداد زیاد از فلسطینی ها در جریان اعتراضاتی که در همبستگی با اهالی غزه برگزار کردند با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در این درگیری یک فلسطینی به ضرب گلوله شهید شد و یک فلسطینی دیگر نیز در اثر جراحاتی که در اعتراضات شهر الخلیل برداشته بود صبح امروز جان باخت. پلیس پاکستان میگوید که درگیری حامیان یک رهبر مذهبی ضد حکومت این کشور با پلیس با چندین ساحه گسترش یافته و در نتیجه آن 4 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. این خشونت دیروز پس از آن به میان آمد که مقام های این کشور سرک های را که به دفاتر مرکزی طاهر القادری یکی از رهبران مذهبی ضد حکومت پاکستان منتهی می شود مسدود کردند. قادری تهدید کرده است که راهپیمایی را در اسلام آباد را اندازی می کند و حکومت نواز شریف را سرنگون خواهد کرد. وی ادعا کرده است که مقام های پاکستان بیش از 500 تن از طرفدارانش را بازداشت کردند. قادری که در کانادا زندگی می کرد در ماه جون سال جاری به پاکستان برگشت تا به گفته خودش یک انقلاب مسالمت آمیز را در این کشور رهبری کند. جزایر هوایی آمریکا از جمعه دستخوش طوفان گرمسیری شده و انتظار می رود شدت طوفان در روز یکشنبه به حد اکثر درجه خود برسد. با آغاز طوفان صدها تن از ساکنان به پناهگاه ها هجوم بردند. این اولین طوفان گرمسیری طی 20 سال گذشته در هوایی است. با این حال آغاز طوفان آرامتر از حد مورد پیش بینی گزارش شده است. فرماندار هوایی در این باره می گوید که علت آغاز آرامتر این طوفان در حال حاضر گستردگی جزیره است. بارش شدید در مناطق شهری از جمله در هونولولو مرکز این مجموعه الجزایر ادامه دارد و حدود 20 هزار نفر از ساکنان شهرها در وضعیت احتیاط و آماده برای اسکان در پناهگاه ها قرار دارند. تلفات جانی از این طوفان گرمسیری گزارش نشده است. و آخرین گزارش ها از درگیری ها در اوکراین از کشته شدن 15 تن از نیروهای دولتی حکایت دارد. بنابر گزارش ها این امر باعث عقب نشینی 79 نیروی دولتی پس از 3 روز درگیری در مرز با روسیه شده است. همزمان نماینده اوکراین در سازمان ملل در جلسه فوری که برای بررسی وضعیت این کشور برگزار شده
از حمله گسترده روسیه به این کشور به بهانه کمک به غیر نظامیان برای ورود به روسیه ابراز نگرانی کرده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل هم در واکنش به نگرانی اوکراین گفته است که هر گونه مداخله یک جانبه روسیه در سرزمین اوکراین حتی تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه کاملا غیر قابل قبول و نگران کننده است. این بود مجموعه خبر این ساعت. شما را فرا می‌خوانم به برنامه باور شما. همکارم جاوید ناب در استودیو هستند تا برنامه را تقدیم شما کند. سلام و وقت بخیر جاوید. سلام بر شما و سلام بر تمامی بینندگان تلویزیون دور. جاوید، امشب در برنامه باور شما روی چه موضوعی بحث خواهید کرد؟ تا لحظات دیگر از بیننده ها خواهم پرسید که برداشتشان از اعلامیه مشترکی که میان دو نامزد ریاست جمهوری امضا شد چی هست؟ سپاس. بینندگان محترم، این بود مجموعه خبر این ساعت. با برنامه باور شما باشید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدارتون.